با درود خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA. بریم به شهر تون کابل مازندران. رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی، دیدار رده بندی وزن 74 کیلوگرم، فری برز بابایی با دونده آبی در مقابل محمد رضا اسکرپور با دونده قرمز به روی تشک رفته. هر دو دلاور از کشور عزیزمون ایران هستن. فری برز بابایی بانداجی هم به روی پای خودش داره، احتمالا یه مصدومیت جزئی از ناحیه زانو داره. فری برز بابایی در مقابل محمد رضا اسکرپور، هر دو کشتی های خوبی تا به اینجای کار گرفتن. دسته اسکرپور تا به اینجای کار بهتر کار کرده. کشتی رو نگه میداره داور آقای احمدی، داور بین المللی ما، و تذکر رسمی رو میده به بابایی. ببینیم زیر یخم رو از آن خود کرده اسکرپور، میتونه خاک کنه یا نه. ببینیم میتونه، اگه یه پا رو در بیاره خاک میکنه، ولی تا به اینجای کار نتونست این کار رو انجام بده. حالا یه لحظه پیش میندازه و خاک میکنه. ببینیم تو همون حالت ماهی بارانداز رو جمع کرده، ببینیم میتونه باراندازش رو به اجرا بذاره یا نه. نتونست بتابونه. دو امتیاز فقط برای خاک بهش دادن. بله، نچه کشی دو بر صفر میشه. حالا داور سرپا میده به کشتیگی دار، باید در میانه تشک تو سرشاخ با هم به ادامه مبارزه بپردازن. بسه هم دیگه کار میکنن. این دومین ردبندی وزن 74 کیلوگرم هست. اول ردبندی بین امیر حسین حسینی و خاچاتور پاپیکیان ارمنی بود که کشتیگی ارمنی تونست در نهایت با نتیجه 6-6 برنده میدان باشه. ولی اینجا دو دلاور از کشورمون رو در روی هم قرار گرفتن. تا به اینجای کار اسکرپور بهتر کار کرده و مزد زحمات خودش رو هم گرفته. حالا دست زیره کرد، میره تو مایه های کمر تو کمر، مهار کرده اسکرپور. دست و پای کشیده ای داره اسکرپور. ببینیم رو به جلو هست، بهتر کار کرده از فری برز بابایی. پرقدرت‌تر نشون میده محمد رضا اسکرپور. دوستان یادآور بشم که به زودی ما 10,000 نفره میشیم. عزیزانی که محبت داشتن و کانال ما رو سابسکرایب کردن و پیام گذاشتن، همینجا ازتون تشکر میکنم و امیدواریم که همچنان پیش بریم و بتونیم امتیازات بهتری از یوتیوب بگیریم تا بتونیم مستقیم مسابقات رو براتون پوشش بدیم. سعی میکنیم در اسرع وقت و بهترین زمان تمام کشتی های عزیزانمون رو، چه در داخل چه در خارج از کشور، کشورهای اروپایی، براتون به بهترین نفع پوشش بدیم. عزیزانی که کانال ما رو سابسکرایب نکردین و ویدیوها رو دارین نگاه میکنین و لذت میبرین، لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو هم فعال کنین. به محض اینکه کشتی های بعدی عزیزانمون در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب به شما پیام میفرسته و شما میتونید از دیدن کشتی های عزیزانمون لذت ببرید. بریم ادامه کشتی. من وقفه پیدا شد گفتم ازتون تشکر کنم به خاطر پیام های پرمهرتون و سابسکرایب و کامنت هاتون. دو کشتی دسته هم دیگه کار میکنن. 3 دقیقه اول این کشتی میره که به پایان برسه. بله، اینجا با سوت داور 30 ثانیه استراحت دو کشتیگیر آغاز میشه. دو کشتیگیر باید نزد مربی های خودشون برن و توصیه های لازم رو از مربی های خودشون بگیرن. این سمت آقای تورج کفایی داره توصیه های لازم رو به شاگردش میده و این بر هم آقای عسکر بزنی و آقای میر کلایی تاکتیک لازم رو برای فری برز بابایی گوش زد میکنن تا ببینیم چه میکنه در 3 دقیقه دوم. میتونه امتیاز از دست رفته رو جبران کنه یا نه. نچه کشتی 2-0 به سود اسکرپور هست. 3 دقیقه اول رو خوب کشتی گرفت اسکرپور، پرقدرت بود و رو به جلو. احساس ناراحتی هم میکنه فری برز بابایی، البته از ناحیه زانوی
پای راست. کشتی آغاز میشه. از دقیقه دوم ببینیم چه میکنن. یه دستی رکت حالا تحت فشار گذاشتی. یه خم دو خم رو گرفته. حالا مای فیتو رو بابایی جمع کرده. ببینیم میتونه فیتو رو بتابونه یا نه. فشار زیادی به سرگردن کشتی گیره. دو بنده قرمز میاره. محمد اسکرپور احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم که مشکل خاصی برای اسکرپور به وجود نیومده باشه. بله خدا رو شکر بلند میشه. ببینیم اینجا زیره خم رو گرفت، فشار زیادی آورد بابایی به سرگردن کشتیگیر، دو بنده قرمز. ببینیم داور هم کاملا مشرف به صحنه بود، فکر نمی کنم خطایی در کار باشه، ولی خب فشار زیادی به سرگردن اسکرپور آورد. خب خوشبختانه حالش خوب هست. داور تذکر میده به دو بنده آبی که فنون رو به طور صحیح انجام بدن. دو دلاور ایرانی هستن و برای ما فرقی نمیکنه کدومی که از این دلاورا برنده بشن. مهم رقابت جوان مردانی هست که بین عزیزای کشورمون برگزار میشه. کمر تو کمر رو جمع کردن هر دو کشتیگی. ببینیم حالا رها میکنه فریبرز بابایی. دستای کشیده ای داره اسکرپور. تو اینجور فنون مطمئن اسکرپور موفق تر خواهد بود. یه بار یه زیرگیری نشون میده. خیمه سنگین بابایی. هر دو کشتیگی دارن خوب کار میکنن. بابایی میخواد امتیاز بگیره و اسکرپور میخواد اداره کنه کشتی رو. هر دو کشتیگی میخواد به حداقل سکوی این دور از مسابقات، یعنی مدال برنز برسن. سرگردن رو گرو گرفت حالا اسکرپور. فشار زیادی میاره به فریبرز بابایی. ببینیم میتابونه. فکر میکنم پای اسکرپور از تشک خارج شد. نه پای فریبرز بابایی از تشک خارج شد. بله یک امتیاز دیگه داور درخواست میکنه برای اسکرپور. نچه کشتی 3-0 میشه به سود محمد رضا اسکرپور. حالا یه لحظه قسم میکنه بابایی. خیمه سنگین اسکرپور، دست و پای کشیده و پرقدرتی داره، تحت فشار گذاشته ولی نتونست. یه لحظه حالا بله دوباره پای فریبرز بابایی تو خارج میشه. خسته نشون میده فریبرز بابایی. فشار زیادی آورد اسکرپور به فریبرز بابایی. 1:20 تا پایین کشتی زمان داریم. هرچند رو دسته هم دیگه کار میکنن ولی این اسکرپور هست که رو به جلو هست. ببین دست پای کشیده ای داره اسکرپور. وقتی فن رو میگیره واقعا دسته بابایی دیگه نمیرسه. کاملا داره کنترل میکنه بابایی رو. یه لحظه پای بابایی هم از توشک خارج شد. هر دو کشتیگیر هنوز اسکرپور از توشک خارج نشده. ببین بابایی فیتو رو جمع کرده بابایی. بله یک بار دیگه پای اسکرپور از توشک خارج میشه. بالاخره فشار زیادی آورد به فریبرز بابایی. پرقدرت هست و رو به جلو. خسته کرد فریبرز بابایی رو. نچه کشتی 5-0 و 46 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. بابایی کاملا خسته، دستش دیگه کار نمیکنه. ببین کاملا خسته نشون میده. پرقدرت کشتی گرفت اسکرپور. حالا قرص میکنه ولی انرژی نداره برای تعقیب اسکرپور. کاملا تسلیم شده فریبرز بابایی. 20 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. دستی رکت و مهار میکنه بابایی رو. یه بار دیگه زیر نشون میده. میره سراغ فنون بالا. یه لحظه حالا پیش میندازه ببینیم میتونه خاک کنه اسکرپور رو یا نه. 6 ثانیه تا پایین کشتی. اگه پاشو در بیاره میتونه خاک کنه ولی خب سودی هم نخواهد داشت. نچه کشتی 5-0 به پایان میرسه و نفر سوم این دور از مسابقات محمد رضا اسکرپور، دلاوری از کشورمون در مقابل فریبرز بابایی، دیگر دلاور ایران زمین. دوستان تا دور دیگر بدرود.